امید معماریان روزنامه‌نگار که از دیترویت با ما همراه میشه. آقای معماریان، در سال‌های گذشته هر چه جلوتر آمدیم خب استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم بیشتر شده به خاطر اینکه دسترسی هم راحت‌تر شده، اما به نظر میرسه دردسرهاش هم خیلی بیشتر شده. کاملا همینطور هست. به همین خاطر هستش که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در طی سال گذشته در راهروهای دادگاه به سر می‌بردن، از فیسبوک گرفته تا تیک تاک، و ما می‌بینیم که مثلا پرونده‌های مختلفی علیهشون به دلایل مختلف اقامه میشه. یکی از مسائلی که باش مواجه خواهند بود شبکه‌های اجتماعی بحث مسئولیت اجتماعی خواهد بود و در واقع حفاظت کردن از حریم شخصی کاربران که در اروپا و در آمریکا بحث زیادی روش هست و برمن این حفره‌هایی که وجود داره این شرکت‌ها و مسائلی که باش کاربران مواجه میشن باعث میشه که پرونده‌های مختلفی ازش تشکیل بشه و در واقع یک جوری اینا وادار به پاسخگویی بکنن. ولی برخلاف اون چیزی که به نظر میاد که بسیاری افرادی که مثلا خاص روی اینستاگرام باشن یا روی توییتر باشن، فیسبوک همچنان اولین شبکه اجتماعی بودش در سال 2023 در جهان با 2.9 میلیارد نفر یوزر یا کاربر. بعد از اون یوتیوب بوده و بعدش واتساپ، اینستاگرام رتبه 4 داشته، وی چت و تیک تاک در رده های بعدی هستن. این نشون دهنده این هستش که علیرغم اینکه در ایران حداقل کاربر ایرانی از فیسبوک کمتر استفاده میکنن، ولی در جهان همچنان فیسبوک قدرت اول رو داره و اینستاگرام که در ایران بسیار محبوب هست و حداقل میلیون ها اکانت وجود داره و صدها هزار بالاتر از 1 میلیون کسب و کار خود روی اینستاگرام های ایرانی هست، میبینیم که در رده 5 در جهان قرار داره. در مجموع میشه گفت سال 2023 که از برحال شگفتیه که داشت موضوع در اختیار قرار گرفتن توییتر توسط آقای ایلان ماسک بودش و تغییراتی که ایجاد کرد، تغییرش از اسم توییتر به اکس و تغییرات عمده‌ای که در خصوص مدیریت محتوا درش ایجاد کرد، تغییرات عمده‌ای که در خصوص تبلیغاتی که اونجا ارائه میکنه و نحوه برحال بحثی که ارائه میشه اونجا، که فکر می‌کنم خاطر همین یکی از شبکه‌های اجتماعی هستش که ما پارسال همش بسیار صحبت کردیم. برخلاف اینکه اصلا در مورد یوتیوب و فیسبوک اینا بحث زیادی نبود که مثلا در خبرها بیاد اینا، ولی قطعا توییتر یکی از شبکه‌های اجتماعی بود که خیلی به خودش جنجال‌های زیادی به خودش اختصاص داد. توییتر سابق البته اکس. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت بابا.